عنوان دقیق من هست دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی. جایگاه کاملا تازه تأسیس و تازه بنیاد. چند اصطلاح و کمتر از یک خطش این که دفاع از حقوق مصرح مردم در قانون اساسی میشه فصل سوم قانون اساسی، ولی تمرکز حکم و مأموریت بر چند تا مفهومی که در قانون اساسی بوده از ابتدا، بس آزادی بیان، حق برپایی اجتماعات، حریم خصوصی، پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان و دفاع از حقوق ملت ایران در مجامع داخلی بین‌المللی حقوق بشری که این تفاوتش با اون دستیار حقوق شهروندی میشه. من هیچ به اصطلاح نظر مستقیمی در لایه حجاب، چه اون نوماده که از قوه اومد در دولت و در دولت شد 15 ماده آنچه که رفت به مجلس و چه در این 70 ماده در واقع در تدوینش هیچ نقشی نداشتم. اون 15 ماده‌ای که رفت مجلس را من بیشتر مبتنی‌تر بر واقع می‌دونستم، ولی به عنوان یک فردی که یک آدم حقوقی، یک حقوقدان، یک وکیل، همون را هم فکر می‌کنم می‌شد بالغترش کرد و دقیق‌ترش کرد که بهتر باشه. و این 70 ماده که در مجلسه و من باز هم عنوان یک شخص حقیقی نه از این جایگاه خب نظراتی دارم در موردش. اونم قابلیت اینو داشت که بهتر بشه، ولی به هر حال دیگه تصمیم بود که گرفته شده بود در دولت و من نقشی هم درش نداشتم، ولی خب میشد بهترم باشه، بهتر روش کار کرد. من نظر شخصی مو دارم میگم، ولی در واقع 9 مادهش در قوه قضاییه بود، 6 تاش در دولت بود. نقدهای من به لایحه بعضی جاهاش اینه که فکر میکنم باید حتما با تغییر بکنه. اول من صراحتا میگم مخالف اصل 85 شدنش هستم، قائل به اینم که باید در سن مطرح بشه و اگر بخواد، معتقدم هر قانون بخواد قانون کارآمدی باشه و اون یکی از کارکردهای واقعی قانون اینه که بتونه یک مسئله رو حل بکنه، ناظر به حل مسئله باشه. چون معتقدم اون 70 ماده و موادی که فراتر از 15 ماده ای که از دولت رفت بهش اضافه شده خیلی نیاز به کار کرده. مثلا اومده یک تورم قانونی در بعضی موادش، اون قبلا 32 تا دستگاه متولی بودن در امر حجاب، الان باید اون 32 تا دستگاه شفاف باید بدونیم که کارنامه‌شون چی بوده و در واقع همونطور که خود مقام معظم رهبری فرمودن خیلی از زنان ما شاید مثلا 90% در واقع جز اون طیفی هستن که ما میگیم قربانی هستن و اصلا شاید بره در محکمه برن در واقع محکمه برگزار بشه و برن حتی مطابق ماده 636 و تبصرش برن تبرئه بشن ممکنه. یعنی بخوایم اون عناصر چنگانه جرم رو بخوایم توش بررسی بکنیم. خب در این قانون هم من معتقدم که بعضی جاهاش اصل شخصی بودن مجازات ها باید رعایت بشه، یعنی رعایت نشده. چند تا اصل و اصل مبنایی و حقوقی باید بیشتر باید روش دقت بشه. امیدوارم بعد از اینکه 85 نشد رو اینا دقت بشه و من حتما هم از جایگاه خودم و هم عنوان یه فرد حقیقی که بالاخره تخصصم حقوق هستش اظهار نظر خواهم کرد در اون جایی که اگه مطرح بشه. و یکی هم بحث تناسب جرم و مجازات معتقدم باید بیشتر رعایت بشه. بحث فرهنگی و بحث قانونی رو مطرح کردن باید متناسب با هم باشه. ما قانون ماده 638 رو در واقع داشتیم، یه تفسیری داشتیم، مشوره عالی انقلاب فرهنگی، اینا رو ما داشتیم و پرونده هم خیلی تشکیل نشده بود مطابق با این ماده ما نداشتیم، یعنی این آمار باید قوه قضاییه بده. ولی به لحاظ فرهنگی، فرهنگ اساسا کار فرهنگی کردن یه چیز طولانی مدت و دراز مدت باید پاسخ بده. ما الان به عنوان یک مسئله مواجه شدیم، مثلا میگن مکشفه ها و نمیدونم فلان اینا حجاب ندارن و دیگه در این لایحه‌ای که از دولت رفته بود یک مقدار از بحث حجاب شرعی عدول کرده بود، یعنی یه مقدار به سمت بعضی ها گفتن به سمت عرفی رفته. حالا قابل دفاع یا غیر قابل دفاعش، چون من هیچ نقشی در اون واقعا نداشتم و الان من شما اگه با من به عنوان شخص صحبت کنید من یه جور قاعدتا نظر دارم، به عنوان دولت وظیفه‌م این هست که
منطقا خانم ابتکارم اینجا نشسته بود، میخواست از لایحه‌ای که از دولت آقای روحانی میره 100% دفاع میکرد، چون اصلا غیر منطقیه. میتونست بهتر باشه، میتونست بالغتر باشه، ولی اصل لایحه در قوه قضاییه بود. وقتی قضاییه در قوه قضاییه نوشته میشه، میخواد یعنی ماهیتش ماهیت قضاییه اونجا نوشته میشه. ولی کاملا با شما موافقم که ترک فعل اون دستگاهایی که کار فرهنگی کردن خب خیلی مؤثر بود در اینکه این وضعیت مواجه بشه. یعنی ما داریم در مورد پوشش الان حرف میزنیم، در مورد پوشش صحبت کردن خیلی متفاوت از حجابه. من میگم ما الان ببینیم ما مرز دیگه، وقتی که ما باید برسیم به یه عقلانیتی، من میگم اون عقلانیته چه در قانون گذاری ما باید وجود داشته باشه، عقلانیت و حکمت، چه در قانون گذاری ما باید نمود داشته باشه. مثلا نمودش اینه که باید تناسب جرم و مجازات باید رعایت بشه. خب اینا دیگه چیزایی که باید بشینیم با هم بیشتر گفتگو کنیم، باید بیشتر بشینیم با هم گفتگو کنیم، یعنی بتونیم به یک فهم مشترکی از مسئلهمون برسیم و بعد در واقع دنبال راهکارش باشیم.